سیما بعد از اینکه تحصیلاتش تموم میکنه میاد به ایران، البته تو دهه 40 که اکثر هنرمندا این موج نو رو راه انداخته بودن و خیلی هنر ایران پا گرفته بود، سیما اون موقع نبود توی ایران، به همین دلیل ما نمیشناختیمش. ولی وقتی که دکترای خودشو در جامعه شناسی از فرانسه میگیره به ایران برمیگرده و در دانشکده هنرهای زیبا استخدام میشه. خانم خیلی قد بلند، یه خانم خیلی خیلی ساده، هیچ آرایشی نداشت و موهاش هم مشکی، جلوی سرش تقریبا تارهای سفید بود و جوگندمی شده بود. خیلی بی تکلف، خیلی راحت صحبت میکرد و موقعی بود که سیما کوبان از دانشگاه اخراج شده بود. خودش یک زن بسیار جالب توجهی بود، با رفتارهاش، با کارهاش، با حرف زدنش، با سر نترسی که داشت، با شجاعتی که در بیان افکارش داشت. اینا سیما رو مطرح کرد. این جون رو، این شماره یک رو خانم کوبان خودش به تنهایی مطالبش رو جمع آوری کرده بود و کتاب رو منتشر کرده بود. چهار تا از این چراغو که در آورد، شماره پنجم رو به کل وزارت ارشاد سانسور کرد و اجازه نداد. او به خونه ما می آمد، ما به خونش می رفتیم، خونه بیزای اینا بودن و در همین رفت آمدها بود که یک روز اومد به من گفتش که پرتو، من خیال دارم یک انتشاراتی را بندازم، آیا حاضری که با من همکاری کنی؟ گفت من با منیر بیضایی هم صحبت کردم و اون موافقت کرده، حالا میخوام نظر تو رو بدونم. منم که اصلا عشق زندگی کتاب و کاغذ و غیره بود، بدون معطلی گفتم بله، منم حاضرم همکاری بکنم. قرار شد که نفری 2000 تومان بگذاریم و
سه نفرش با 6000 تومان ما این بنیاد انتشار دماوند رو گذاشتیم و این کتاب فروشی رو تهیه کردیم. طبقه سوم یک آپارتمان مسکونی رو ما گرفته بودیم که خب خیلی آپارتمان بزرگی بود، یک هال در وسطش بود، سمت به خیابون یک سالن بسیار بزرگ بود که اونجا کتاب فروشی ما بود. دو طرف این هال هم دو تا اتاق بود، اتاق کوچکتر، یکیش تماما کتاب بود و کاغذ بود و یعنی انباری ما محسوب میشد. سمت راستمون یه اتاقی بود که میز و صندلی توش گذاشته بود سیما و این اتاق کار بود مثلا، و هر وقت ما میخواستیم تنها کار کنیم کسی مزاحممون نشه، یعنی اگر مراجعی هم میامد به این اتاق کاری نداشت و میرفتیم اونجا میشستیم کار میکردیم مینوشتیم. و به سرعت سیما رنگرز آورد، اونجا رو رنگ کردن، قفسه های فلزی سفید برای اتاقی که قرار بود کتابا رو بگذارن تهیه کرد، لوگوی دماوند رو آورد پیش همه ما گذاشت و ما میدونستیم که اگر یه نقطهش رو بخوایم عوض کنیم قبول نمی کنیم، و قشنگ هم بود، بسیار زیبا بود، قبول کردیم و اون لوگو هم درست شد و ما شروع کردیم به کار. روند انتشار کتاب در انتشارات دماوند بر این اساس بود که به سلیقه کوبان و با تایید همه ما کتابی انتخاب میشد که به نحوی نظام سیاسی رو مورد توجه قرار بده، یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم. حتی کتابهایی که مثلا از آقای بیضایی 3-4 کتاب ما منتشر کردیم، همه اینها به نحوی میتونست جنبه سیاسی پیدا کنه. انتشارات در اون زمان دائما تحت سانسور، تحت بازبینی، تحت نظارت ارشاد بود، وزارت ارشاد بود، و همیشه از همون زمانی که ما این چیز رو راه انداختیم، انتشار دماوند رو راه انداختیم، بارها و بارها وزارت ارشاد سیما کوبان رو در احضار کرد و ازش بازخواست میکرد راجع به هر مطلبی که در میامد. در اونجا را مهرمون کردن و دیگه اجازه ندادن که سیما اونجا کار کنه، منم که نبودم، منیرم که دیگه کار نکرد،